چرا سیستان و بلوچستان با همه جای ایران فرق داره؟ این بار رفتیم به سراغ پهناورترین، بزرگترین، غنیترین، بافرهنگترین و پرجذبه‌ترین استان ایران، سیستان و بلوچستان. استانی که برخلاف دیگر استانهای کشور همچنان در همون وسعت پهناور خودش باقی مونده و مثل بعضی از استانها همچون خراسان چند پاره نشده. وسعت بزرگترین استان کشور حدود 180 هزار کیلومتر مربعه و چیزی حدود 2 میلیون و 780 نفر هم جمعیت داره. اما خب اینا وجه تمایز این استان با بقیه نیست. یکی از مهمترین وجه تمایزات منابع غنی پر از ثروت در این منطقه است که قراره در موردشون در این ویدیو کامل حرف بزنیم و بیشتر در مورد این استان مهم بدونیم. با ما همراه باشید و اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً دکمه قرمز رو بزنین و زنگوله رو هم فشار بدین تا اولین نفری باشین که از ویدیوهای بعدی ما با خبر میشین. ریشه اصلی مردم منطقه سیستان مربوط به قوم سکاست که حدود 2500 سال پیش به کرانه رودخانه هیرمند پناه آورده و زندگی میکردن. نام سیستان هم از همین قوم گرفته شده و قبلا سکستان بوده که با گذشت زمان به سیستان تغییر پیدا کرده. اما بلوچستان در دوران امپراتوری هخامنشی به ماکا معروف بود که بعدها به مکران و بعد از نادرشاه افشار به بلوچستان تغییر اسم پیدا کرد. سیستان و بلوچستان همیشه در تاریخ جزئی از خاک ایران بودن و هستن و خواهند بود، چون ریشه اونها به ایران و ایرانی وصله. اولین تفاوت سیستان با بقیه استانها نگاه ویژه فردوسی بهشونه. رستم دستان که از قوم سیستانیه، از پدر و مادری سیستانی متولد شده و نیرومندترین پهلوان اساطیری ایرانه. در همون زمان فردوسی در عین اینکه از سیستان نام میبره از مکران و قوم بلوچ هم اسم میاره. همچنان که اسطوره های ایرانی سیستانی هستند، یعقوب لیث صفاری، دلاور مردی که زبان پارسی رو احیا کرد هم متعلق به همین خطه و خاکه. جالبه بدونین سیستان و بلوچستان منطقه‌ای بوده که به دست انگلیسی های مکار به 3 بخش تقسیم شدن. بخشیشون در ایران، بخشیشون در پاکستان و بخشیشون هم در افغانستان هستند و همه اینا قبلا جزئی از خاک ایران بودن. پس سیستانی که فردوسی ازش حرف میزد یا یعقوب لیث صفاری از خاکش متولد شد بزرگتر از این حرف است. دومین وجه تمایز سیستان و بلوچستان با دیگر استانها معادن اونه که به رنگین کمان معادن ایران معروفه. معادن غنی از وجود کرومیت، مس، منگنز، سرب، روی، غل، گرانیت، مرمر، آهن، نیکل، آنتیموان و از همه مهمتر پر از طلاست. همه میدونن که کوههای بلوچستان پر از طلای خالصه. این همه معدن فقط به علت اینه که سیستان و بلوچستان روی کمربند فلزی و معدنی جهان قرار گرفته که از صربستان تا پاکستان این کمربند امتداد داره. خیلی از کارشناسان معتقدن به اندازه‌ای این معادن پربار و غنی‌اند که حالا تموم نمیشن. ولی خب مردم این استان همیشه در فقر بودن و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنن. واقعا لایق این همه مصیبت نیستن. سومین وجه تمایز این استان موقعیت جغرافیایی خاصه اونه. هم مرز با 2 کشور افغانستان و پاکستانه و از جنوب به دریای آزاد و اقیانوس هند راه داره. در حقیقت شهر چابهار یکی از شهرهای منطقه بلوچستان تنها بندر ایرانیه که به اقیانوس راه داره و از این حیث مهمترین بندر ایرانه. تو حوالی همین شهر شما میتونین منحصر به فرد ترین کوههای ایران رو ببینین. کوههای مینیاتوری که به کوههای مریخی ایران هم معروفن و رنگارنگ هم هستن. یه روستایی هم داره به اسم درک که نقطه تقابل شنزار و اقیانوسه که واقعا باید دید.
پس چهارمین وجه تمایز این استان با بقیه جاذبه های منحصر به فردشه. بندر بریس با جایی که صخره ها به اقیانوس میرسن، سواحل مکران و سواحل چابهار از دیگر جاذبه های گردشگری این استانه. تک درخت نخل خرمای ساحل درک که البته مدتی قبل از بین برده بودنش هم جزی از زیبایی های سیستانه که البته مدتی بعد دوباره یه نخل دیگه کاشتن. شهر سوخته هم از دیگر جاذبه های گردشگری و تاریخی سیستانه. در مورد شهر سوخته باید مفصل تر بگم. شهری که حدود 5000 سال پیش در دوره برنز و تمدن جیرفت بنا شده بود. با توجه به کشفیاتی که از این منطقه پیدا شده، شهر سوخته یکی از پیشرفته ترین شهرهای زمان خودش بوده. البته این شهر نسوخته و این یک اصطلاحه، ولی خب خیلی وابسته به صنعت بوده و احتمالاً بقایای مواد سوخته شده پیدا شده که بهش میگن شهر سوخته. متاسفانه به مرور صنعت تو این شهر به واسطه پایین اومدن آب رودخونه افول پیدا میکنه و مردمش از این منطقه کوچ میکنن. مثل یه شهر صنعتی امروزی بود. بخش مرکزی، بخش مسکونی و بخش صنعتی داشت. در وسعت 280 هکتار توی این شهر نخستین پویانمایی یا انیمیشن جهان رو روی ظرف سفالی پیدا کردن. کلی طلا و جواهرات، کلی پارچه در 6 رنگ متنوع پیدا کردن. همینطور مورخکاری، حصیر، قلاب ماهیگیری، اولین چشم مصنوعی جهان، قدیمی ترین تخت نرد جهان، اولین جراحی مغز جهان از مهمترین کشفیات شهر سوخت است. سیستان آتشفشان نیمه فعال تفتان رو هم داره که با ارتفاع 3941 متر همچنان می جوشه و از خودش گاز متصاعد میکنه. البته آخرین فعالیت این قله حدود 6950 سال پیش تخمین زده شده و فعلا نیمه فعاله. و چه تمایز بعدی سیستان با دیگر استانهای ایران؟ اقلیم خاص و گونه جانوری منحصر به فردشه که سرآمد همشون این تمساح‌های پوز کوتاه به اسم گاندو هستن. گاندوها فقط تو سیستان پیدا میشن و بومیای منطقه خیلی خیلی دوستشون دارن. با اینکه بارها این تمساح‌ها به انسان‌های این منطقه حمله کردند. البته آدمخواری فقط یک مورد، اونم یک کودک 6 ساله بوده که گزارش شده. بیشتر گاز می‌گیرن و از خودشون دفاع می‌کنن. متاسفانه به دلیل عدم وجود آب شرب تو بعضی مناطق سیستان بلوچستان، مردم و بچه‌ها مجبورن برای استفاده از آب قابل شرب به نزدیک برکه‌های کمینگاه گاندو برن و بارها گزارش حمله مخابره شده. بخش دیگه از اقلیم سیستان بلوچستان مربوط به شنزارها، صحراها و کویر خشک و بی‌آب و علفه. فقط هم اونایی که تحمل این گرما رو دارن میتونن اینجا زندگی کنن. میگن بعضن تو سیستان بلوچستان بادهای 120 روزه میاد، یعنی 3 ماه یک سر باد میزنه و قطع نمیشه. همینطور سیستان بلوچستان با این حجم از گرما یک رود هیرمند و یک دریاچه هامون داره که سومین دریاچه بزرگ ایران و هفتمین تالاب بین المللی جهانه که زمان پرآبی وسعت اون به 5660 کیلومتر مربع میرسه که از این وسعت 3830 کیلومتر مربعش برای ایرانه و بقیهش برای افغانستان. اینم بخشی از وجه تمایز استان سیستان و بلوچستان با دیگر استانهای ایران. به نظرتون این استان ثروتمندترین استان کشورم هست؟